حادثه تنریف اکنون بررسی فاجعه تنریف با هدف اصلاح خطا و اصلاح روند در حال جریان در یک شرکت به نظر سودمند می آید. آنچه در ارزیابی روند مناسب یا نامناسب سازمان و افراد وابسته به آن نقش مهمی را ایفا می کند، مغوله زمان است که در این بخش به آن می پردازم. در روز 27 مارس 1977 در تنریف، در پی سوء قصدی فرودگاه اصلی لاس پالماس بسته شد و هواپیماها به سوی فرودگاه دوم این جزیره که بسیار کوچکتر و ناآشنا برای خلبانان بود هدایت شدند از این رو ترافیک زیادی پدید آمد دو بوینگ 747 عظیم و جسه هم در این میان حضور داشتند این دو هواپیما یکی متعلق به شرکت هواپیمایی پنم و دیگری متعلق به کیل ام به مدت دو ساعت روی باند فرودگاه در انتظار اجازه پرواز بودند خلبان کیل ام مسافران را به خروج از هواپیما دعوت کرد اما خلبان پنم با توجه به زمان زیادی که صرف پیاده و سوار شدن مجدد مسافران میشد از این کار امتنا ورزید و آنها را در هواپیما نگه داشت باید یادآور شد که یکی از معضلات اصلی و رایج در حرفه خلبانی ارتباط میان خلبان و مسافران است همچنین آنچه برای امنیت همگان بسیار اهمیت دارد ارتباط میان خلبان با خدمه پرواز است در چنین شرایطی بروز چند وضعیت استراباور هم بحرانی بودن را دامن زد درست مانند حادثه چلنجر که قبلا بررسی کردیم مسافران پرواز پنم بیقراری می کردند و خلبان عجله داشت تا هرچه سریعتر پرواز کند هواپیمای KLM هم در وضعیت نسبتاً استراری و مشابهی گرفتار آمده بود و بر اساس مقررات کشور هلند چنانچه خلبان بیش از مدت زمان مشخصی بیرون از خاک هلند باشد مشمول محکومیت جزایی و لغو گواهی نامه خلبانی می شود بنابراین از آنجا که او خود را در معرض خطر جریمه نقدی سنگین گذراندن مدتی در زندان و از دست دادن گواهی نامه و در نتیجه شغلش میدید عجله داشت که زودتر پرواز کند در نتیجه شرایط چنین بود پرواز همه هواپیماها به علت تغییر مسیر به فرودگاه دوم جزیره با تاخیر همراه شد پرسنل برج مراقبت این فرودگاه دوم از این وضع آگاه بودند اما آشنایی چندانی به هدایت هواپیماهای قولپیکر نداشتند به ویژه هدایت دو هواپیما آن هم در یک زمان فرودگاه دوم برای این دو هواپیمای قولپیکر کوچک بود و مانور آنها روی باند پرواز با دشواری و کندی می توانست انجام گیرد. نکته مهمی دیگر این بود که فرودگاه در مکانی مرتفع قرار داشت و در نتیجه رطوبت هوا در جزیره نوسان می یافت. از این رو فرودگاه از قطرات شبنم پوشیده شده بود. همان گونه که می توان پیش بینی کرد تصادف زمانی رخ می دهد که کسی چیزی نمی بیند. این نکته را هم باید اضافه کرد که این فرودگاه به رادار زمینی مجهز نبود و در آن روز به دلایلی غیر از عواملی که توصیف کردم برخی چراغ‌های زمینی هم از کار افتاده بودند و در نتیجه بر دشواری رفت و آمد هواپیماها افزوده شده بود بنابراین مجموعه چند اتفاق کوچک که مشاهده برایند آنها در زمان واقعی برای فرد ممکن نیست در آفرینش این حادثه نقش داشت این قضیه به راستی تجربه ملموس است نه یک نظریه تئوری در زبان یونانی به معنای عمل دیدن است در گرم, گرم عمل هیچگاه نمیتوان همه چیز را دید از این رو نمیتوان در زمان واقعی رخداد آن را عینا مشاهده یا نظریه پردازی کرد زیرا از لحاظ ساختاری همه چیز خود به خود و غیر ارادی قابل مشاهده نیست ما فقط قادریم پس از وقوع حادثه و تحلیل آن به منظور اجتناب از چنین شرایطی در آینده آنچه را که رخ داده است ببینیم یا درباره اش نظر بدهیم صفحه 82 جدول نمای کلی حادثه در نمودار بالا کل وقایع نشان داده شده است ساختمان های فرودگاه در بالا قرار دارند و مربعی که با ضرب در مشخص شده نماد برج مراقبت است دو هواپیمای مدنظر نظر در سمت چپند. توجه کنیم که هواپیمای پنم پشت هواپیمای کیل قرار دارد و تا زمانی که کیل خارج نشود نمی تواند از محل پارک بیرون بیاید. زمان عظیمت فرا می رسد و هواپیمای کیل اجازه پیدا می کند تا انتهای باند برود. از این رو تمام مسیر را به حالت اتومبیل روی زمین طی می کند و نیم دور می زند. باند فرودگاه برای دور زدن بوینگ 747 بسیار باریک و دشوار است و به زمانی بیش از حد معمول نیاز دارد. در این حین با کسب اجازه از برج مراقبت نوبت حرکت هواپیمای پنم و قرار گرفتن بر باند پرواز دیگر فرا میرسد رسد و با حرکت بوینگ 747 همزمان می شود. از نقطه نظر خلبان رفتن روی این باند بیمناست. در میان محتویات ضبط شده جبه های سیاه این دو هواپیما، صدای خلبان پنم را می شنویم که میگوید، باند پرواز را پیدا نکردم خلبان KLM هم این جمله را می گوید این آدم چه کار دارد می کند؟ باند پرواز را پیدا نکرده باید یادآور شوم که هواپیماها و برج مراقبت در ارتباط سه با یکدیگر بودند چیزی که در آن زمان وجود نداشت و معمول نبود یعنی همه صدای یکدیگر را می شنیدند به بیان دیگر امکان آمیختگی برخی جملات خلبانان و برج مراقبت وجود داشت و این همان چیزی است که در این حادثه اتفاق افتاد. شرح وضعیت مسافران دلواپسند و هم همه می کنند. چراغ های زمینی کار نمی کنند و نظر یکی از خلبانان این است که باند پرواز اعلام شده از سوی برج مراقبت وضعیت خوبی ندارد. من باند را پیدا نمی کنم. به مفهوم دیگر امکان چرخش در اینجا برای رهایی از باند پرواز نیست معلفه آخر وارد صحنه می شود و تصادف را سبب می شود برج مراقبت به خلبان کیل ام می گوید از سطح زمین که بلند شدید این مسیر را دنبال کنید با کمی اختلاف واژگان که ممکن است به علت بد شنیدن باشد خلبان چنین می شنود که می توانید از سطح زمین بلند شوید و اجازه پرواز دارید بنابراین اتفاق اینگونه رقم می خورد تفسیر خلبان کیل از حرف برج مراقبت دریافت اجازه پرواز است و از این رو مراحل برخواستن از زمین را آغاز می کند. در جعبه سیاه این هواپیما شنیده می شود که کمک خلبان به خلبان می گوید نه اجازه پرواز نداریم. کمک خلبان در اینجا نقش افشاگر را ایفا می کند و با تصمیم اتخاذ شده مخالفت می ورزد ولی کاری نمی کند. همان گونه که می دانید در هر هواپیما دو فرمان وجود دارد. معنایش این است که کمک خلبان می توانست هواپیما را متوقف کند ولی هیچ اقدامی نکرد. سپس ضمن سرعتگیری مهندس پرواز چند ثانیه پیش از حادثه می گوید آیا واقعا اجازه پرواز داریم؟ به سؤالی می پردازم که پیش از این مطرح شد. مخالفت را نزد چه کسی باید انجام داد و چگونه؟ در اینجا می خواهم چند معلفه دیگر را به این مجموعه اضافه کنم. کمک خلبان به وسیله خلبان آموزش داده می شود و از این رو احترام بسیاری برای خلبان قائل است در این زمینه حق دارد زیرا خلبان طبق سلسله مراتب کاری به واسطه تجربه بسیارش ارشد اوس و برایش در حکم استاد و قابل اعتماد است به خصوص در زمینه بزرگترین هواپیماها در هوانوردی بین شهری خلبان به راستی سمت معلمی را برای کمک خلبان دارد بنابراین خلبان کسی است که کارش را خوب میداند و بر قله حرفه و اقتدارش ایستاده است. دلایل بسیاری را می توان برای تصمیم خلبان در این پرواز متصور شد. چه بسا او شرایط را به خوبی می است. اما به دلایلی برای انسان ممکن است تصوراتی دور از عقل پیش آید. به ارتباط میان نظریه و عمل فکر کنید. امروز بی تردید برای همه ما اینکه کسی به جای از حد زمین که بلند شدید این مسیر را دنبال کنید این گونه بشنود که می توانید پرواز کنید عجیب و بی و کسی هم جرأت نمی کند با تصمیم خلبان که پیامدهای فاجعه بار دارد مخالفت ورزد همچنین می توانیم از خود بپرسیم چگونه خلبانی توانا و با تجربه چون این تصمیم بیهوده ای می گیرد که به مرگ 500 انسان می انجامد و کسی هم جلودارش نیست. بررسی های انجام شده پس از این واقعه مسئله بسیار مهمی را آشکار ساخت و مرا بر آن داشت تا مقوله زمان را از مقوله اخلاقیات استنباط کنم. نخست چرا در اینجا باید از اخلاقیات سخن به میان آوریم؟ دلیلش این است که 500 انسان کشته شدند. و ما با خطای نامربوطی روبرویم که بر اساس اظهارات شاهدان این ماجرا از سوی کسی انجام گرفته است که در کار خود متبهر بوده است و از جنبه قانونی هم تا آن زمان آوازای خوبی در حرفه خود داشته است همه عوامل انسانی دخیل در این رخداد افرادی با کفایتند به خصوص از این نظر که برای حد اکثر بهرهوری مرتبا تحت بازبینی ناظران هوایی قرار می گیرند. اکنون به تشریح دقیقتر موضوع می پردازم. چهار ماه پیش از روز واقعه خلبان KLM به خلبانان دیگر تدریس می کرد و این تدریس عملی به صورت شبیه سازی پرواز بود. در تمرینات شبیه سازی، خلبان به واقع به وسایل و دستگاه ها فرمان پرواز می دهد. ارتباط با برج مراقبت پرواز در این شبیه سازی پرواز نقشی ندارد. بعضی از روانشناسانی که به بررسی این حالت پرداختند، فرضیه زیر را مطرح می کنند. با شنیدن توصیه برج مراقبت، خلبان به طور مجازی وضعیت شبیه سازی شده را تجربه می کند. به ویژه به علت استرابی که بر اثر عوامل دیر کرد به وجود آمده بود. از این رو با خود می گوید باید هرچه سریعتر حرکت کرد. به علت مه و غیره. عمل در زمانی بسیار اندک ظرف چند دقیقه انجام می پذیرد. تصمیم گیری بر پایه احکام وضع شده طبق قوانین بین المللی برای تضمین اجرای درست عملیات به سرعت صورت می گیرد. اطلاعات در حالت استرار و در این حال با رعایت مراحل کار منتقل می شود. خلبان کیل ام همانند دیگر نخشافرینان این حادثه در وضعیتی احساسی گرفتار شده بود. پس از آن واکنش و جوابهای او ناسازگار با موقعیت موجود بود. باید توجه داشت که اتخاذ تصمیم قطعی در این ماجرا تنها علت این حادثه فاجعه بار نیست. به یاد داشته باشیم که خلبان پنم قادر به دیدن باند پرواز نبوده یا پیش خود این طور فکر می کرده است که این باند با وجود اعلام رسمی برج مراقبت همان باند مد نظر جهت پرواز نیست. از سوی دیگر برج مراقبت هم نمی دانسته است که هواپیماها دقیقا کجا قرار دارند. علت این امر وجود مه و نداشتن رادار زمینی برای مشخص کردن وضعیت هواپیماها بود. در نتیجه عناصر دخیل در این تصادف شامل تأخیر در پرواز، مقررات هوانوردی در کشور هلند، سلسله مراتب اداری در روابط میان خلبان و کمک خلبان KLM و همچنین از کار افتادن چراغ‌های روشنایی زمینی می شود. همه این رخدادها به پیدایی تدریجی وضعیتی نامعقول منجر شد. وضعیتی که امکان پیشگیریش با رعایت امنیت کامل و بر اساس عرف رایج طبق قوانین بسیار واضح درباره چگونگی انجام مراحل کار وجود داشت. این وضعیت را از دیدگاه نظری به بحث می گذارم و همچنین پیامدها و درسی را که می توان از این واقع در زمینه اخلاقیات فردی آموخت و در امور روزمره هر شرکت و سازمانی هم می تواند پیش آید بررسی خواهم کرد. چگونه می توان موقعیت های مشابهی را پیش بینی کرد که به تصمیم های فاجعه بار منجر می شود. مانند واقعه سفینه فضایی چلنجر، آن هم زمانی که همه توانایی ها و ظرفیت ها گرد هم جمع شدند تا چنین تصادفی پیش نیاید. چگونه می توان تا آنجا که ممکن است اتخاذ تصمیم های درست را تضمین کرد؟ این دو حادثه یعنی تنریف و چلنجر موقعیت حاکم بر شرکت ها را به تصویر می کشند و فقط به جنبه های فنی مربوط نمی‌شوند. به عقیده من در فعالیت کلی مدیریت این امکان وجود دارد که برای مثال اشخاصی بدون قصد خاص همه ماجرا را برملا کنند ماجرای خونهای آلوده را که سازمان انتقال خون فرانسه به نقاط مختلف جهان فرستاد هم بسیار غم است و پرسش هایی را درباره چگونگی عملکرد صحیح سازمانها مطرح می سازد.